همسایه‌های محترم، اهالی شریف محله، دارم به چشتون میگم کرونا رو جدی بگیرید، وگرنه جدی جدی کرونا میگیرید. میگه نمک در نمکدان شوری ندارد، کرونا با کسی شوخی ندارد. حالا خواهشن ببینید ریش که رو گذاشتم این پروتکولای بهداشتی رعایت کنید تا هرچه زودتر این ویروس منحوس کرونا را بزنیم برن نجات پیدا بکنیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگه خودتان میبینید دیگر عضوها را نماند در آن. این روزا وضعیت شغلی مردم، کاسبی مردم به هم ریخته است، زیاد خوب نیست. خواهشن از همسایه هامون غافل نباشید. و همینطور نبی اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند به من ایمان نیاورده است کسی که شب با شکم سیر بخوابد و همسایه‌اش کشته باشد. حالا من به شتان گفتم رعایت بکنید. ختم کلام، ما در مسجد و پایگاه شادی پذیرای کمک های مؤمنانه شما مردم شریف و مسلمان هستید انشاءالله. و سلام به آبرو آتش زدیم در ایرای سرزمین. خدا قوت آفرین، خدا قوت آفرین. به آبرو آتش زدیم در ایرای سرزمین. خدا قوت آفرین، خدا قوت آفرین. خیلی خوب رعوف، بیا ببینم، بیا خیلی کار داری. بیا عزیزه رعوف چان جان، این پمپ بنزین اپراتوراش خیلی هاش کرونا گرفتن. بله. یه سری نیرو برای چان بفرست، خواهشن بفرست. فرستادم آجا خواهد دستکشم، فرستادم برای شما چند تا نیرو تازه نفس رو بگیرم بریم و کمک کنم. خیلی خوب، خیلی خوب بچه ها، واقعا خدا قوت. برید مخزناتون رو پر کنید. مصطفی حجت آقا، اینا مخزناتون رو باید پر کنن. رعوف جان، رعوف جان آجا با سلام. خانم با حریف
خوب حالتون خوبه شما؟ چرا اومدین تو مسجد؟ خب میخوام استخاره بگیرم که پروتکلان رو رعایت کنه، زده فکر کنه بعد چجوری رعایت کنه؟ میبینی که باشه هر کس بیاد تو مسجد میخوام با حاجه قصر باید کنه باید اول پروتکلان رو رعایت کنه. خیلی خوب رعوف جان، خیلی خوب. شما کار نداری؟ چرا با موقعی روزا خیلی کار دارم؟ خب برو به زندگیت برس، به کارت برس. خب برو دیگه، بفرمایید. یه سخاره خوب نمیشه. برو با کار کنیم. ببخشید آقا، خواهش میکنم. ام بفرمایید، آمدید کمک؟ نه حاج آقا، چه کمکی؟ اومدم شما یه کمکی به من بکنم. من راجع به بیژن چش؟ نه راجع به بیژن نیست، میخوام یه استخاره برام بگی. استخاره؟ خب استخاره که کار. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ خدا قوت. سلامت باشید حاج آقا. یه زحمتی بکشید، یه استخاره برای خانم بوهر. چش یه لحظه خدمت شما باشه. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ان شاء الله که خیره. خیلی خوشگل. چی بگم والا؟ به وجود گفته ولا تفرقو، اختلاف میدازه سراغش نری. یا علی بد اومده، بد اومده. میدونست خدمت شما، خدمت شما. میدونستم آجا حالا چه خاکی تو سرم برید. حالا نگران نباشین، توکل کنید به خدا. یه تعداد جوان اومدن که تقصیل و تدفین رو باید آموزش بدن راجع به میتای کرونایی. اگر کاری نداری من به اون نداره. خدا خیرتون بده. خیلی هم صفکی بود. نه آجا ما چنده باشید. مرخص شما هم کاری داری بنده در بس طرف. سپاس از شما، سپاس از شما. نگران زیاد نباشین خانم. قربان شما برم. گوهر خانم چی شد؟ شما که غریبه نیست آجا. دخترم پاشو گذاشته رو بیل که تا برادرش پشت میلای زندانه دو هفته دیگه عقد کنه بره سر خونه زندگیش. میگم آخه عقد بدون یه برادر مرد خونه مگه میشه؟ اونم اگه بگم نه چی کار کنم؟ اگه بگم آره چی کار کنم؟ اگه این کار بشه اینا تا آخر اون بین ما خواهر و برادر تفرقه میفته. خواهر خانم کاملا حق با شماست. اگر استخاره کردید بذارید کلمات خدا خودش نشان بده، یا آقا بیژن از زندان آزاد بشه یا خیالتون راحت من میرم مرخصیش هم میگیرم تحت حفظ میارم این سر عقد. خوبه؟ آقا دیر نیا، دیر نیا. بیچی میشه باری کله بوله. آقا بچه هم فراه بیرون، فراه بیرون. آقا نشستی بازی بگیر بچه شو بیم بیرون. بدو بدو آقا همون خالی. آقا میشه جونه. آقا بیا ببینی هیچ که خالی نکرده. زده خورونی کن. وای نسته بابا اینجا دیگه. بفهمه آقایون، بفهمه هوا خالی میخواد زده خورونی کنی. بفهمه آقا، بفهمه آقا. بیا تو بدن تو میل راحت بده پوری بشه ولی جوگیر نشه. داداش گلابه؟ گلابی از موش نمیفهمی، ماده ضد عفونی کننده است. خلوت کن تفلی صنعتی. داداش مزه نکن بابا، بلند شو بریم. همه جورشو داریم داداش. ما به این چیزا اعتقاد نداشتیم که الان زندانی. آره ولی اون به اعتقاد به اعتقاد تو کاری نداره. بیا دیگه بلکنت نیست. اون موقع ما باید هی التماس کنیم ولی کرونا بلکنت رو نیست. بلند شو مینم. بلند شو داره. آقا بلند شو. پنج مدیه اینجا نمی بفرم. بفرم هوا خوری. بفرم تو داری خانی. یا بابا جمع کن بابا رونالدو. نمیخواد ریخت برادرشو ببینه آج آقا. میگه اون موقع که اومدن خواستگاری زد خواستگاره رو ناکار کرد. حالا اگه سر عقل بیاد که مرده رو میکشته. گوهر خانم این دختر شما یعنی تا الان نفهمیده که پدرش ناراحتی قلبی داشته؟ خب اون مدارک پزشکی نشانش بدین دیگه. بابا حاج آقا صد بار نشونش دادم. میگه مرگ پدر من مقصرش رفتن زندان بیژن اون دعواست. میگه چرا یه هفته قبلش دو شب قبلش سکته نکرد؟ چرا همون شبی که بلوا به پا شد اینطوری شد؟ شما با اون دختر حرف بزنید.
اون رو بسپاریم به من. حالا ببخشید یکم اجازه بدید ببینم چی کار باید کرد. با چرا دیر آمار؟ چرا من دیر میکنید؟ داری دمپایی بازی میکنی؟ بلند شو بابا، بلند شو بازی کن نزن تو کلی، تو با این سنده نشستی میزن تو کلت، بلند شو بابا. این هم برو کلت خیلی حال میده بابا، بازی جمع مرده برو. بلند شید آقا، آقا بلند شو، بلند شو. برو بینم آقا بیشم داری با دیوار هر میزنی؟ نمیدونم اینگاه این خیاله با تو هستم آقا مراد، اگه با تو نیستم بلند شو کرونا اومده میفهمی بابا؟ کرونا مارونا کیلو چنگه این چرت و پرتا برید برای بیرون بگید بابا. من خودم کرونا نهی بابا، عمر دست اوس کریمه. کلا رو داری عجبا، عمر دست اوس کریم. بابا من خودم کرونا داش بزن بیرون، هیچ کی وجود نمیکنه بیاد. وجود کنه یا نکنه کرونا حرف عالیش نیست، ما باید اینجا رو ضد عفونی کنیم، مخصوصا تو یکی که سرتاپا داره ویروسه. ولی البته تو با یه انقدر انبرنسه کارت هنده، ولی دیگران مبتلا میشه. بفهم نه بابا، تو انگار دیشب تانمایی خوردی الان فاز کوسه گرفتی. من زبون نیا به دیگر بلند شما. برای من ماسک فیلتر دار بودی، ولی عشقش داشتی با انبرنسه هایش کنی. برای من گندلت بازی یا نیا عشقی یا پاهم را زده اونی کن کپا بیرون که بینم سب کنید. چی کار؟ من قراره برم این شعبه قضایی آقا بیژن. خوب با این قوانین جدید ببینم میشه براش کاری کرد یا نه، شاید اصلا شد. خب اگه اومد بیرون زد این خواستگاره رو ناکار کرد که دیگه جرمش با 2 سال زندان حل نمیشه که. ای بابا گوهر خانم چی میگید شما؟ ما میخوایم یه کاری بکنیم که ختم به خیر بشه، انشالله که اون اتفاق نمیفته که نمیفته. خیالتون راحت. انشالله جا، انشالله به امید هم دست شما درد نکن دیگه، من زحمت رو کم میکنم. حسینی بایس هم از واحد خبر. الان چند ماهی هست که ویروس کرونا به کشور اومده، زنه خیلی ها رو به خودش مشغول کرده، خیلی ها در واقع در پی رعایت دستور عملهای بهداشتی هستن، مسئولین بهداشتی هم تصمیمات مختلفی رو اتخاذ کردن. یکی از اون جاهایی که تصمیمات در واقع اتخاذ شده همین زندان ها هست که الان ما در یکی از این زندان ها قرار داریم. اطلاع پیدا کردیم در این زندان مسئولین اون بخش زیادی از زندانیان رو به مرخصی فرستادن به خاطر اینکه جمعیت زیادی اینجا هست و احتمال سرایت هم بالاست. در این زمینه گفتگو میکنیم با مسئولین زندان. آقای بی تقصیر، آقای بی تقصیر سلام، روزتون بخیر. بفرمایید چند تا از این زندانیا رو به مرخصی فرستادید؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان. عرض به خدمتتان در حال حاضر در زندان ما 100 نفر ما مرخصی دادیم، شاید در زندان‌های دیگه تعدادش بالاتر باشه. ولی شامل همه زندانی هست؟ نه خیر شامل جرائم سنگین مثل قتل و چاقوکشی و اینا نه. الان وضعیت ویروس کرونا تو این زندان به چه صورته؟ ما همه جوره رعایت پروتکل‌های بهداشتی را انجام میدیم. هر روز توی بندهای ما ضد عفونی میشه، دستکش و عرض به خدمتتون ماسک توزیع میشه بین زندانیان و پزشکای حاضر در زندان ما هر روز زندانیامون رو با تفسنج مورد کنترل قرار میدن. الحق که زندانیامون هم همکاری‌های لازم رو با ما انجام میدن. جناب حسینی بای، من باید خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز این بخش خبر عرض بکنم که زندان خودش حکم قرنطینه رو داره. اینه که رو این اصل اینا تو جامعه پخش نیستن که کنترلشون مشکل باشه. بنابراین این محدودیت باعث میشه که ما راحت تر بتونیم اینا رو کنترل بکنیم. درسته، پس اینجوری هست. چرا اینا رو پس میفرسی مرخصی؟ فکر نمونید بیرون تو جامعه کرونا باشه، تو خونه هاشون کرونا باشه، به اونجا هم هست کرونا، همه جا هست. به هر حال این زندانیا دارای فرزند هستن، پسر، دختر، مادر، پدر، همسر، اینا نگران همدیگه هستن. گفتیم تو این شرایط بیماری اینا کنار همدیگه باشن، بتونن از هم بهتر مراقبت بکنن.
بله خدمت بینندگان عزیزم عرض کنم که این کار سازمان زندان ها قابل تقدیر آدین به لحاظ اخلاقی و انسانی به فکر خانواده این زندانیان هم بوده. خیلی ممنون، گفتگویی بود با آقای بی‌تقصیر رئیس این زندان. خب اقداماتی که اینجا انجام شده واقعا قابل تقدیر هست. بحث ضد عفونی، بحث رعایت ها، خیلی چیزای دیگه هم که اینجا داره انجام میشه. خب خبرهام داریم که در برخی از کشورها تو زندان هاشون شوره شده، درگیری از اعتراض دارن به خاطر این بحث کرونا، جمعیت زیادی که تو زندان هست. خب این اقدامات و تدبیر مسئولین کشورمون در خصوص زندانیان هم میتونه یک در واقع میشه گفت یه الگویی برای سایر کشورها باشه که ببینن چجوری اینجا داره در واقع مدیریت میشه، کرونا کنترل میشه و سلوه کار اونها قرار میگیره. خیلی ممنون، تشکر. خواهش میکنم جناب حسینی بای، من خودم پیشنهاد میکنم بهتون تشریف بیارید از نزدیک. بله بله خیلی خطری هست. میشه؟ نه نگران نباشین جناب حسینی بای، ما مبتلا الحمدلله نداریم. فقط میخواستم خودتون ببینید که با عشق چجوری برای بهداشت خودشون دارن زحمت میکشن، برای سلامت خودشون. بفرمایید. نگران نباشید. سلام، از گروه قربالگری مسجد مزاحمتون میشم. خواستم سوال کنم ببینم شما تو خانوادهتون فرد مبتلا یا داره علائمی دارید؟ به شما چه ربطی داره خانم؟ اصلا شما کی هستی؟ عرض کردم خدمتتون، از گروه قربالگری مسجد مزاحمتون میشم. خب که چی کار کنم؟ برو خانم مزاحم نشو، بذار به درد خودم بمیرم. منم برای همین تماس گرفتم که نذارم خدای نکرده اتفاقی براتون بیفته. ای بابا خانم، تو چی میدونی از دل من؟ چی میدونی نداشتن یعنی چی؟ چی میدونی وقتی شوهرت تعدیل میشه و یه لقمه نون واسه خوردن نداری یعنی چی؟ چی میدونی وقتی بچه‌هات گرسنه نمیخوابن یعنی چی؟ خانم شاید من ندونم، ولی میتونم تا حد توانم کمک حالتون باشم، البته اگه شما اجازه بدید. مثلا چی کار میتونیم بکنیم؟ اول شما بفرمایید مشکلاتی مثل تنگی نفس، خسخس سینه، درد بدن، تب، آبریزش بینی یا از این قبیل داری؟ نه خانم، درد من اینا نیست. بفرمایید مشکلتون چیه؟ من یادداشت میکنم که تا حد توانمون بتونیم کمک حالتون باشیم. یعنی میتونین دوباره شوهرمو برگردونین سر کار؟ چش، من حتما این مسئله رو با حاج آقا طه مسئول ستادمون مطرح میکنم، ببینم چی میگم. ولی برای مشکل معیشتیتون آدرستون رو یادداشت میکنم که بچه‌ها سایه حمایتشون از طرف مسجد بفرستن خدمتتون. وای خانم، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، خدا نگه. صاحب اینجا کیه؟ اون رو برو آقا جان. اونان آقا صاحب اینجا کیه؟ من اینجا با کی طرفم؟ سلام علیکم، شما خودت اختیار داری آقا برام کن، چرا ماسک نزدی؟ آقا ما این کرونا مرونا اعتقاد نریم چرت پرته. سلامم بی سلام، ببین تاها، یعنی آقا، حاج آقا، دکتر بعد از این، خودت میدونی تو یکی با این خز و خیلایی که دورتن، من یه نمه برا تره خورد میکنم. حالا شنیدم ضعیفه ما رو با چند تا عینهونه خودش پیدا کردی، آوردی اینجا گرفتی به بیگاری. آقا تا به این ضعیفه ما بگو بیاد بیرون، تا اینجا رو با این بند و بسات تو الکل و با آتیش نکشیدم. بیگاری کدوم من آقا برام؟ آرام باشید، آرام باشید بابا جان. بیا بریم خودت داخل ملاحظه بکن، کنار یه سری زن نشسته دارن ماسک میدوزه. طلعت بیا بیرون، تو که تا حالا گم گور شده بودی که دست منم بهت نرسه، حالا اینجا سر و کلت پیدا شده، بیا بیرون. حواستون رو خود جمع کنید، این کشار باید چکتونه میگه؟ نه تا بذار بیا جلو ببینم این چه غلطی میخواد بکنه جوجه. بابا من راضی نیستم زنم واسه مردمی که خودشون به فکر خودشون نیستن جونشو بذاره کف دستش. بله بله آبرم سکته میکنی ها.
خب یکم آب براش بیارین. بعد شب صبح اول وقت که میاد تمام چرخ و وسایل باید به دوپونی با ناسلامتی. شما مسلمونین بابا؟ میگن شوهر راضی نباشه نماز طرف اشکل مشکل داره. حالا پاشده اومده اینجا ماسکم بدوزه. تلت بیا بیرون. حواستو خوبا، اصلا کوچکترین علائمی کوخه یا پشکه کردید یعنی همون اصول صحبه. این سر صدا میکنه مربوط به شما، اسم شما رو میاره. بله حاج آقا ببخشید شرمنده. داد بیداد چه میکنه؟ بفرمایید چی چشه؟ بفرمایید حواستو جمع باها. آرام باشه آورم. خب من شرمنده. من نگران نباشه. ببخشید جواب از بستگان شما سیشون؟ نه الان یعنی قبلا خیلی وقت پیش بی یه الان هیچ کارم هم کشه قد داده. نه مرض داره، مرض داره. بابا دستتا بکش برو به این ضعیفه ما بگو بیاد بیرو. چه تشی بخوای صدا تناختی کس کلت های داد و بیداد بکنی؟ فرشید خاره هم یه جاله مردم و مسجد آبرو ببردی. از وقتی که رفتی آدرس و شماره تلفن تو من که یعنی شوهرت بودم نداشتم. چجوری این خواهر رو پیدا کردن کشوندنت اینجا؟ اصلا کی گفت بیای اینجا؟ خواره نرفته کردیم در چه کارمی ها؟ آخه با تو چه کارمی؟ اسم دشناس نامم ها که نه نیسا و خود طلاقم ندای الان چی از جونه بخوای؟ مزدی کانال دو نادون اومدی اینجا ماسک بدوزی که دیگران کرونا نگیرن، اون موقع تو کرونا بگیری؟ اون بچه ها که بچه های منم میشن اگه تو اینجا کرونا بگیری که به درک. ولی اگه یه تارمو از سرشون کم بشه من که تو رو آتیش میزنم. تو خیلی وقت من آتیش دیه خود خبر نداری. آتیشم زیاد جا با برادر من هم روداری بکنم. خب یکم رعایت کن. اولا که اینجا همه پروتکل ها رعایت میکنن که هیچ کس مریض نشه. دوما ای چه طرز حرف زدن با یه خانومیه که قبلا مادر بچهات بوده. ای خب یه زمانی همسرت بوده آدان. اصلا میدونی چیه؟ همه این آتیش رو از گور تو این آج آقای روی بلند میشه. من که میدونم این ماسکی که اینا میدوزن شما برمیداری میبری بازار آزاد میفروشی. حالا هم قیافه حق به جانب گرفتی که ما مدافع حقوق مستضعفین و فقراییم. آقا بهرام یه خود خیشتندار باش، اطراف رو نگاه کن بسن چی میگی. آقا اون رسید ماسکا رو بده بهشون بشون بده. قربون شکل ماهد، ما اگر اینجا ماسک تولید میکنیم در خفا و به دست اهلشون رو نیازمند میرسونیم، برای که نمیخوایم سر صدا کرده باشیم، خودنمایی کرده باشیم، شو اجرا داده باشیم. قربونت برم. شما هم حالا مثل دشمنا داری حرفای اونا رو تو این شبکه‌های مجازی پزازی بلغور میکنی. خیلی خب آقا از این ساعت به بعد هر جا رفتیم کمک‌های معیشتی، بیمارستان‌ها سر زدیم، گروه‌های تقسیم، گروه‌های جهادی، ماسک توزیع کردیم، عین اینا رو رسید بگیرید. یه موقع کسی شبهه‌ای تو دلش بود، حق داره دیگه. ما بتونیم ارائه بدیم حداقل برای نجات خودمون که لازم داریم که. اصلاً اطاعتم راجا قاطع. اینا بده نگاه کنه. بده نگاه. خیالت راحت شد آقا. بابا یه تیکه کاغذ برداشتی اومدی بگی مثلا سند ارائه دادم. به خدا قسم اگه یه سرفه پشت تلفن از بچه‌ام بشنوم بلایی سرتو میارم که اون سرش ناپیدا. اربا احمد تو خیلی فکر بچاتی. حالا برو تو خود کرونایی برو. به شما هم گفته باشم اگه من فردا اینو اینجا ببینم هر چی دیدی نه چه چی خودتون دیدی. باشه باشه. یک کلام ختم کلام. باشه باید تست کرونا بدی. یه بار بابا بذار اقلا خدا شفاعت بده. چقدر خوش کرونا از دستش راحت شد یا. ولی من نظرم اینه حاج آقا ببین درست میگم یا نه. خواهرم اگه میشه شما برید به خونه زندگی برسید، لازم باشه خواهرها با شما تماس میگیرن. بفرمایید حاج آقا تون خدا باید کار کنم. آخه من دوست دارم ولی همسو و دوست رفیقا قدیمیم. اصلا من... شما اجرشو بردی سنگ به سنگ و مقدار به مقدار. خواهشم اینه که برید بزنید شرم بخوابه. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید چش زنگ بزنیم لازم شد بچه‌ها تماس بگیرن. زنگ بزنید. خداحافظ شما. خسته نباشید. خداحافظ شما. خیر نمی‌بینید. ای بابا. باز شما. بچه‌ها مشغول شید. بیاید اینا رو پر کنید. آی حجت. Thank you.
ببخشی زندان گذاشتی تو سرتون. تو چه لباسات خیس کردی؟ پوشاک نداره. این شب دیگه تشک مشک تو میارم پایین آقای دارم فعلا فعلا برو شهروار تو آب بکش بعد تشک مشک اردک ما جوجه شما داری بودجه بله برو میشم پور رنگ آقا شما حافظ ما پریز محافظ ما آب حوض شما شیرموز بله شما جامعه ما رو دکن قلقلی آجا ببرش آداپتور بس چه دیگه بابا نه واسه من تو بمونه جاده بیزر و زنگ آخر باش میبینم شورا باشه برو تو که حاله با ما رفه نبودی کمال همنشین بر تو هم اثر کرد آقا بی ترسه به جان خود من بی تقصیرم اصلا نمیدونم تقصیر کی بود آقا این من بعد وسط جدا کنم اصلا قیافه ما میخوره به این حرفا آقا میخوره آقا مثلا دست ما داشتیم مامور و مردم گفتی چرا لباسات خیس کردی شما هم گیر دادی به ما آج آقا ببینید بچه‌ها من خودم میدونم به خاطر این کرونا اعصاب همتون خورده از حال هیچ کدامتون خوش نیست به خاطر ممنوع ملاقات بودن ولی خب باید تحمل کنن نه باید بپرید به هم که رجون دو رجون آخه میدونی امکانات زیاده خوشی زده زیر دلمون آقای بی تقصی اینا نمیگن بیرون چه خبره دیگه اگه اونجا یه نفر کرونا بگیره بیاد اینجا هممون رو مبتلا کنه اون موقع باید بشینیم به خاله همدیگه گریه کنیم الان برای همدیگه شاخشونه میکشی بیرون هیچ خبری نیست خبری نیست خبال 700 تا 800 تا دارم میمیرم نه بابا نه ایشون خبر داره چون شبکه خبر کار میکنه بابا تو به خاطر دعوایی که دیروز کرده بودی جریمه شدی که همه زندان از ضد عفونی کنی باز دوباره اومدی علم شنگر رو انداختی آقا بی تقصیر اول ببین مقصر کیه بعد حکم بده اینو بگو دیگه به روز این بوز واسدی من نگاه میکنی آقا بی تقصیر الان معلوم نیست تقصیر کیه بلشتن ببینم به روز مگه تو وکیل بند نیستی؟ بله آقا وکیل بندیم بله خب بگو تقصیری کی هست؟ آقا که دیدی؟ آقا الان آقا بی تقصیر الان معلوم نیست تقصیری کیه؟ آقا بی خیال دیگه خیلی خوب بس هست دیگه کسی تو سلول نباشد با همه تون کار مهم میدارم حرف دارم برای تو کسی تو بنده باشه همه بیرون همه بیرون آقا همه بیرون آقا همه بیرون آقا ساکت باشین آقای بی تقصیر میخواد در بزنه واسه سلامتی آقا بی تقصیر سلامت ببینید بچه ها الان هم این قدیما که تا اون بود و وبا بود حالا هم کروناست الان شما این ور دیوار هستید نمیدانید اون ور دیوار چه خبر است اوضاع وحشتناک است واقعا ما روز نیست که تلفات نداشته باشیم برای همین قضیه خودتون رعایت بکنید که اتفاقی خدای نکرده براتون نیفته. خوشبختانه مساعدت شده است که لوازم بیشتری براتون بیاد از قبیل ضد عفونی ماسک دستکش اینجور چیزا که شما بیشتر در امان باشید. در ضمن اونایی که تو کمیسیون هفته پیش اسمشان اعلام شد به اضافه اون 40 نفری که قرار بود به قید ضمانت برن مرخصی خب اینا تلاش بکنن ضامناشون رو زودتر بیارن برن مرخصی دیگه حالا که قانون این تحصیلات قائل شده است شما تلاش نمیکنید زودتر برید اقدام بکنید بیاد برید کنار خانواده هاتون اونا هم در امان باشد مواظبشون باشین دیگه اینجا هم خلوت الان اینجا در خدمت جناب حسینی بای عرض میکنم اگر رعایت نکنید ممکن است هر دقیقه براتون یه اتفاقی بیفتد همینطور که بیرون دارد میفتد مواظب خودتون باشید آقا بی تحصیل بابا نره سر سلامتی همه سلامتی ها ما تو این زندان هستیم اسیر سلامتی آقا بی تقصیر سلامتی اونی که تو رفاقت با من بود تو یه مسیر سلامتی آقا بی تقصیر دلای بزرگ و بصیر سلامتی آقا بی تقصیر سر سلامتی همه سلامتی ها
سلامتی شادی دل جوانای پیر و برنا گوره کله کرونا حالا سر سلامتی همه سلامتی ها بازم سلامتی آقا بی تقصیر تو قلبم میدرخشی مثل یاقوت کرونا توف برود آزادی مشدود واقعا رعایت کنید الانم ماسک نذارید به خاطر اینکه یه جورایی اینجا قرنطینه است با بیرون در ارتباط نیستید اما بیرون پاتون بیرون میذاری باید کلی باید یعنی ماسک بزنید رعایت کنید اینجا به همین نه بعد حالا میگی برای حسینی وای آقا حسینی وای ایول نره مادرم از دوریم داره میکشه آه و وای سلامتی حسینی وای بابا بس حسین وای بس دیگه تهیه میکنی گزارش سلامتی شما سلامتی شما که معرفتتون تیز مثل تبر عشق از حسینی وای و شبکه خبر مادرم میگفت دنیا فدای یه تارمون عشق از آزادی مشروط بازم سرسلامتی همه سلامتی ها بازم آقا مرده های توی تابوت آزادی عفه مشروط این بره دیواری ها روستان اون بره دیواری باشن آقا نوکرت هم به مولا چشای منی مردم ها که چشام یه آبی تقصیر پرچمت بالاست ایفل خلال لندونته آقا بسه که اینجوری هست یه لحظه یه سلفی هم با هم بگیریم بله. تو این شرایط کرونایی صحبتی که هست اینی که همه من با رعایت دستور عملای بهداشتی کرونا رو شکست میدیم کرونا رو شکست میدیم آفرین بفرمایید دیگه بفرمایید بریم بای بای ممنون از لطف تو حالا که اینجوری شد بذار پلاتو پایانی ها اینجا بگم دیگه به هر حال در این شرایط کرونایی هر جا و در هر مکانی که هستیم باید رعایت کنیم حسینی بای واحد خبر